در این قسمت میخواییم راجع به مفهوم کسر با هم صحبت کنیم. بچه ها این فصل از کتاب راجع به کسرها صحبت میکنه. کسرها شامل عملیات مختلفی میشن، جزئیاتی دارن، نکته های گوناگونی تو این فصل بحث میشه. ولی قبل از این که بفهمیم که آقا عملیات رو چگونه باید انجام بدیم، جمعش چجوریه، ضربش چجوریه و روش های مختلفی که داره، بهتره با مفهوم کسر بیشتر آشنا بشیم. خب توجه کنید، مفهوم کسر چیه؟ میگه در ریاضیات هرگاه بخوایم قسمتی از کل چیزی را به صورت یک عدد نمایش دهیم، باید از اعداد کسری استفاده بکنیم. خب مشخصه، میگه اگه یه شکلی داشتید خواستید یه قسمتش رو مشخص کنید چیکار کنید؟ از اعداد کسری استفاده کنید. دقیقا مفهوم کسر هم همینه. نگاه کنید بچه ها، میگه که البته توجه شود برای این کار بایستی کل شکل را به قسمت‌های مساوی تقسیم کرده و سپس مشخص کنیم چند قسمت از کل شکل را باید مد نظر قرار دهیم. بچه ها میگه شما اگرم میخوای کسر رو نشون بدی، اگرم میخوای عرضم به خدمتون که با مفهوم کسر بیشتر آشنا بشی، یه نکته ای هم حواست باشه. کسرها زمانی میتونیم روی شکل ما نشون بدیم که چی باشه؟ قسمت‌های مختلفش با هم مساوی باشه. به این مثال توجه بکنید، میگه که مشخص کنید چه کسری از شکل مقابل رنگ شده. بچه‌ها این شکل رو نگاه کنید، یه مربعه که خب یه قسمتش زرد رنگ شده، ولی سوال آیا این قسمتی که زرد رنگ شده از لحاظ تقسیم بندی با بقیه شکل یکسانه؟ میبینیم که نه، الان این یه مربع بزرگه، این یه مثلث که توی این مربع قرار داده شده، اصلا قسمتایی که جدا کرده برای ما یکی نیست. چیکار میکنیم؟ خودمون میایم چیکار میکنیم بچه ها؟ میایم میگیم که باید کل قسمتای شکلمون به قسمتای مساوی تقسیم بشه. نگاه کنید، مجبوریم اینجا این دوتا خط رو رسم کنیم، یعنی قطرهای مربعمون رو رسم میکنیم که چه اتفاقی بیفته؟ که به ما چند تا مثلث بده؟ 8 تا مثلث بده. آیا الان قسمت‌های مختلف شکل ما با هم برابره؟ بله. خب الان ما 8 تا قسمت برابر داریم، چند تاش رنگ شده؟ 1 2 3. پس جواب ما میشه چی؟ میشه 3/8. تو حالت بالا، تو سوالی که به ما داده، دیگه ما نمیتونستیم تو بیان اولیه تو شکل بخوایم بگیم که آقا مثلا این میشه 2/8 چون 2 تیکش. نه، باید قسمت هامون با هم مساوی باشه. تقسیم بندی که میکنیم، قطر رو که رسم میکنیم، میبینیم که آقا 3 قسمتش از 8 قسمت رنگ شده، درسته؟ خب اما بریم به انواع کسر را بپردازیم. بچه ما چند تا کسر داریم؟ ما 3 تا دسته کسر داریم. میخوایم الان با 3 نوع کسر آشنا بشیم. چجوری؟ توجه کنید، میگه که کسر اولمون کسر کوچیکتر از واحده. یعنی چی؟ یعنی صورتش از مخرجش کوچیکتره. خب یعنی شما یه کسری داری مثل 3/5 که مخرجش 5، صورتش 3، صورتش از مخرجش کوچیکتره، میگن کسر کوچیکتر از واحد. یه کسر دیگه مثلا اگه بخوایم الان مثال بزنیم، مثل چی؟ مثل 2/7، صورتش 2 باشه مخرجش 7، 2/10 صورتش 2 باشه مخرج از صورت بزرگتر باشه. کسر بعدیمون کسر بزرگتر از واحده، یعنی صورت از مخرج بزرگتر باشه. مثل چی؟ مثل 7/2، صورتمون 7، مخرجمون 2. درسته؟ کاملا مشخص. اما دسته سوم ما چی میتونه باشه؟ کسرهای واحد باشه، یعنی صورت و مخرج با هم برابره، مثل 4/4، درسته؟ مثل 5/5، مثل 10/10، مثل 100/100. اما چرا بهش میگن کسر واحد؟ بچه ها کسر واحد یعنی کسری که حاصلش برابر 1. الان 4/4 حاصلش میشه چی؟ 1. یعنی 4 تقسیم بر 4 میشه 1. پس ما 3 تا دسته کسر داریم. این 3 تا دسته بندی رو هم اینجا بهش پرداختیم. خب بریم ببینیم که تو این فصل چی میخواد بهمون بگه. نکته، حاصل کسری که صورت آن برابر با 0 باشد 0 میشود. خب میاد میگه آقا شما گفتی این 3 تا دسته رو. خب حالا یه حالتای خاصی هم وجود داره دیگه، اگر صورت کسرت برابر با 0 باشه حاصل کسرت چی میشه؟ میاد میگه که به مثال نگاه کنید، مثلا 0/10 یا 0/13 جفت این کسرها حاصلش میشه چند؟ میشه 0. چرا؟ چون 0 تقسیم بر 10 شده، 0 تقسیم بر هر عددی میشه 0. بچه اینو تو ذهنتون داشته باشید، خط کسری علامت تقسیمه، اینو خیلی باش کار داریم تو فصلهای آینده همینطور. 0/10 یا 0/13 برابر 0، چون صورتش برابر با 0. خب
نکته بعدی میگه همواره برای رسم شکل کسرا بایستی شکل را به تعداد مخرج تقسیم بندی نمود و به میزان عدد صورت خانه های آن را رنگ نمود. خب میگه شما وقتی که میخوای شکلت رو برای کسر دیگه شکل رسم بکنی، حواست باشه اون شکلی که میخوای رسم کنی چقدر چند تایی میخوای تقسیم بندیش کنی. به مخرجت نگاه کن، چقدرشو میخوای رنگ بکنی، به صورتت نگاه بکن. درسته؟ بریم ببینیم چیکار میخواد بکنه. میگه که مثال شکل هر یک از کسرهای زیر رو رسم کنید. خب سه تا کسر به ما داده، میگه شکلش رو رسم کنید. گفتیم که آقا مخرج کسرمون بیانگر تعداد تقسیم بندی اون شکلمون میشه. الان مخرجمون 5، یعنی من باید یه شکلی رسم کنم به 5 قسمت مساوی تقسیم بشه. نگاه کنید، یه مستطیل کشیدم، 1 2 3 4 5، 5 قسمت داره. چرا؟ چون مخرجم 5. بعد میگه صورتت چنده؟ 4. میگه به تعداد صورتت خونه ها رو رنگ کن. میشه چی؟ میشه 4/5. 1 2 3 4، 4 تا خونه رنگ شد از چند تا؟ از 5 تا. درسته؟ خب بعدی رو دقت بکنید، خودتونم بچه ها سعی کنید که این مثال ها رو حل بکنید. ببینید مخرج من 4، صورت من 5، این کسرم چه کسریه؟ کسر بزرگتر از واحد. خب حالا من به اینش فعلا کاری ندارم، میگم مخرجم 4، یعنی من باید شکلمو جوری بکشم که به 4 قسمت تقسیم بشه. اما نکته نگاه کنید، من اینجا 2 تا مستطیل کشیدم. چرا؟ ببینید 1 2 3 4، این 4 قسمت، 1 2 3 4، 4 قسمته. خب تا اینجا خیلی شاید بهش بر نخوره آقا چیکار باید بکن، چرا 2 تا شد. وقتی که میخوای شکلتو بیای رنگ کنی، 5 قسمتشو که میخوای بیای رنگ کنی، میبینی چی؟ 1 2 3 4، 4 تا داری دیگه، 5 تا نمیتونی رنگ کنی، مجبوری مستطیل دومونو بکشیم. میکشیم که چی اتفاقی بیفته؟ اون پنجمیه رو توی این مستطیل دومیه رنگ کنیم. یعنی ما 2 تا مستطیل کشیدیم، هر کدومش چند قسمت؟ 4 قسمت. چرا؟ چون مخرجم 4ه. خب صورتم هم چون 5 بود، مجبور بودم یه مستطیل دومی رو داشته باشم که بتونم 5 قسمت رو رنگ بکنم. اما مثال آخر 0/2، یعنی مخرج من 2، یه مستطیل یا مربع یا حالا فرض کنید دایره دست ما بازه. فقط تنها چیزی که بچه تو رو رسم شکل مهمه اینه که قسمت بندیاتون مساوی باشه، حالا اینکه مستطیل باشه شکل کلیتون یا دایره باشه اینا خیلی فرقی نمیکنه. الان 0/2 نگاه کنید، من یه مستطیل کشیدم به 2 قسمت تقسیم شده. خب چقدرش رو رنگ کنم؟ گفته 0/2، یعنی هیچیشو نیازی نیست رنگ بکنی، همین مستطیل خالی میمونه. درسته؟ تو نکته قبلی هم اشاره کردیم 0/2 برابر با 0 میشه. خب اما راجع به اعداد مخلوط، همان گونه که قبل‌تر اشاره شد که کسرها به 3 دسته کوچکتر از واحد، بزرگتر از واحد و واحد تقسیم بندی می شوند که از این بین کسرهای بزرگتر از واحد را به شکل دیگر یعنی عدد مخلوط نمایش می دهیم. بچه ها ما توی مبحث کسرها همونطوری که اشاره کردیم 3 تا قسمت داریم، اینم باید حواسمون باشه از این 3 قسمت یه قسمتش هست کسرهای بزرگتر از واحد که ما به یه شکل دیگه هم می تونیم نمایش بدیم، کسر بزرگتر از واحد رو به صورت عدد مخلوط میتونیم نمایش بدیم. البته کسرهای واحد رو هم به صورت عدد مخلوط نمایش میدن، منتها بحث کسر ما بیشتر سر و کارمون با کسرهای بزرگتر از واحده که بخوایم تبدیلش کنیم به اعداد مخلوط. خب حالا چه جوری تبدیل کنیم کسر رو به عدد مخلوط؟ تبدیل کسر به عدد مخلوط، برای تبدیل کسر به عدد مخلوط بچا 2 تا روش وجود داره. چی؟ میاد میگه که روش اولت اینه، صورت کسر رو بر مخرج آن تقسیم کنیم و به صورت زیر بنویسیم. بچا این تقسیمه. خب ارکان تقسیم بچا تو ذهنتون داشته باشید، مقسوم، مقسوم علیه، خارج قسمت، باقی مانده. خب همونطوری که اشاره کردم گفتم کسرهای ما چی هن؟ خودشون یه نوع تقسیم هن. دقت بکنید بچه ها، میاد میگه که صورت رو بر مخرج تقسیم بکنید. وقتی که تقسیم کردی خارج قسمتت میشه قسمت صحیح عدد مخلوطت، باقی ماندت میشه صورت کسرت و مقسوم علیهت میشه مخرج کسرت. بریم تو مثال ببینیم یعنی چی. خیلی چیز ساده ایه، قشنگ دقت کنید. میگه که به عنوان مثال کسر 19/5، یعنی 19 تقسیم بر 5 شده. درسته؟ ما هم همین کار انجام میدیم، میاییم 19 و تقسیم بر 5 میکنیم. خب میشه 3, 5, 15 از 19 کم میکنیم، باقی مانده میشه 4. خب حالا چیکار بکنیم؟ میگه این قسمت خارج قسمتت عدد 3 میشه چی؟ میشه قسمت صحیحش. 4 میشه چی؟ میشه صورت کسر. و 5 هم میشه
مخرج کسر که 5 چیه؟ مقسوم علیهته. 3 و 4 پنجم. درسته؟ یه مثال دیگه. 13 چهارم چجوری تبدیل کنیم به عدد مخلوط؟ میگه 13 رو تقسیم بر 4 بکن. خب میای 13 رو تقسیم بر 4 میکنی، میگی 3 4 تا 12 تا باقی مانده 1. خب خودتون حدس بزنید الان باید چیکار بکنید؟ قسمت صحیحش میشه چی؟ میشه 3. صورت کسر میشه 1، مخرج کسرمون هم میشه 4، یعنی 3 و 1 4. درسته؟ خب پس این روش تبدیل کسر به عدد مخلوط. خب روش دوم چیه؟ ما یه روش دیگه هم برای تبدیل کسر به عدد مخلوط داریم. چی؟ میاد میگه صورت کسر را به شکل جمع بزرگترین مضرب ممکن مخرج و عدد دیگر بنویسیم. بچه نها کنید، این مفهومش یه خورده شاید واسهتون سخت باشه، ولی هیچ کاری نداره، خیلی ساده است. دقت کنید، بذارید یه مثال حل بکنیم با هم. 19 پنجم، کسر 19 پنجم. یه روش اینش این بودش که 19 رو تقسیم بر 5 بکنیم با اون توضیحاتی که دادیم. اما یه روش دیگه هم داره، میاد میگه که بزرگترین مضرب ممکن مخرج. ببینید تو فصل قبل‌تر آشنا شدیم که مضارب یه عدد رو چجوری بنویسیم. نگاه کنید، مخرجمون 5، مضاربش چیه؟ 5 10 15 20 25 30 همینطوری میره بالا. خب میاد میگه بزرگترین مضربی که میتونی از مخرجت شناخته باشه واسهت، اون رو تو صورت بنویس به شرطی که از این 19 کمتر باشه. یعنی نمیتونی شما بیای بگی خب 5 10 15 20 بذار 20 بذارن. چرا 20 نمیتونی بذاری؟ چون از 19 بیشتره. نمیتونی 25 بذاری چون از 19 بیشتره. ولی 15 رو میتونی بذاری. اینم از ما خواسته چی؟ بزرگترین عددی که میتونی بذاری، بزرگترین مضربی که میتونی بذاری میشه چی؟ میشه 15. حالا میای میگی 15 به اضافه چی میشه 19؟ چون بعد صورتمون بشه 19 دیگه. 15 به اضافه 4 میشه 19. یعنی ما این کسرمونو شیکوندیم به دو تا قسمت، یکیش 15 پنجم، یکیش 4 پنجم. نگاه کنید، 15 به اضافه 4. درسته؟ 15 چیه؟ بزرگترین مضربی که تو مخرجمون، عدد مخرجمون 5، بزرگترین مضربی که داره که ما بتونیم اینجا قید بکنیم و از صورتمون کوچیک‌تر باشه. می‌نویسیم 15 به اضافه 4 پنجم و بعدش چی می‌نویسیم؟ می‌نویسیم اینو جدا می‌کنیم، میگیم 15 پنجم به اضافه 4 پنجم. درسته؟ و بعدش میگیم که آقا 15 تقسیم بر 5 میشه 3، 4 پنجم هم که 4 پنجمه میشه 3 و 4 پنجم. درست؟ یه مثال دیگه رو قشنگ دقت بکنید واسهتون جا بیفته مطلب. ما گفتیم مخرجمون 10، الان تو مثال بعدی 41 دهم، مخرجمون 10، بزرگترین مضربی که واسه 10 سراغ دارید به شرطی که از 41 کمتر باشه چیه؟ مضرب 10 چیه؟ 10 20 30 40 50 و همینطوری ادامه داره. میگه بزرگترینش به شرطی که از 41 کوچیک‌تر باشه. یعنی چند؟ یعنی 40. خب میاد میگه بنویس 40 دهم به اضافه چند؟ 1 به اضافه 1 دهم. اینو جدا میکنیم، 40 دهم به اضافه 1 دهم میشه 40 دهم. بچه ها چی میشه؟ 40 تقسیم بر 10 میشه 4، میشه 4 به اضافه 1 دهم. خب 4 به اضافه 1 دهم ما چی مینویسیم؟ مینویسیم 4 و 1 دهم. یه نکته خیلی کوچیک وجود داره اینجا و خیلی هم مهم و کاربردیه بچه ها، خیلی مهم و کاربردیه، قشنگ دقت کنید بچه ها. 3 به اضافه 4 پنجم رو میتونیم بنویسیم 3 و 4 پنجم. یعنی تو عدد مخلوط این فاصله ای که بین 3 و 4 پنجم وجود داره به معنای به اضافه است. مثلا نها کنید، 4 به اضافه 1 دهم ما میتونیم بنویسیم چی؟ 4 و 1 دهم. خب یعنی 4 به اضافه 1 دهم. این عدد مخلوط ما بیانگر جمع یک عددیه مثل 4 به اضافه یک کسر 1 دهم میشه 4 و 1 دهم. حواستون باشه یه جایی دیدید مثلا اینجا 4 به اضافه 1 دهم، سریع خودتون خلاصه بکنید 4 و 1 دهم.